آثار جدیدی رو توضیح بدم. ابعاد تابلو سر سی در دو متر سیستان دارای امضا خدمت هم داره نویسان. اسم تابلو تابلوی درخت شینگ هست. درخت شینگ منشأ کوچه به نام خرابات در افغانستان و در کابل هست. در زمان های خیلی قدیم در اونجا برای سبک های موسیقی های مختلف، موسیقی هایی که از سبک هند سرچشمه میگیره، افرادی در اونجا می نشستن کنار یکدیگر آوازخوانی می کردن. به نام کوچه خرابات اسم داره که نقاش در ذهن خودش با توجه که سبک های موسیقی رو می دانسته آمده چنین ترسیم رو انجام داده. در این تابلو یک کوچه هست، کوچه به نام کوچه خرابات، که دو طرف از نظر پرسپکتیو بسیار اصولی بوده شده و از متای بالا روی پرسپکتیو این ساختمان و بناها و افرادی که در طول گشت و گذارن یک شخص بسیار یک چهره عجیبی به این میگره. این شخص وسیله ارک بادی همراه داره، میخواد بره به یک مسیر به یک جای بره و موسیقی انجام بده. اینجا افرادی هستن در حال گشت و گذار به ساختمان های بسیار باز هم قدیمی گیلی هست بوده، یعنی فرسوده شده به هم وجود نداره. اینجا بناها به همین شکل پرسپکتیو منظم به نقاشی شده و نقاشی بسیار زیبا بازم با رنگ های ایمپرسیونیستی و یک گالی با اسب که شخص رسالات دکتر حسین قرخانی هم پشت این گالی درشت سوار هست و سایه این اسب گالی روی زمین افتاده به قسمت افتاد هست. در این قسمت تابلو خود کوچه هست و کوچه هر چقدر دور میشه باز هم همون قدرت درایت استاد به یک بروز کوچیک رفت آمد به اشخاص رو مشخص میکنه. در این جایی دور دامنه کوه هم خانه های دور هستن واقع در کابل که اونها نقاشی شده ذهنی و بعد بنای ساختمان با بیگ پرسپکتیو قدیمی ساخت به خانه نشسته و آقا نشسته جلوی فروشگاه و اینجا هم ظاهرا باز یک قهوه‌خانه هست که قهوه‌خانه در حال فعالیت هستن. باز رنگ های پرسپکتیوی سایبان اون محل هست، اما در این قسمت وقتی جلو میتونیم چون تصویر جلو میشه نقاش از یک زاویه خاصی رو نقاشی کرده به ساختمان های بسیار قدیمی و فرسوده به این دو طبقه هست. اینجا هم سری ساختمان ما در حال استفاده کردن از چاله هستن به زمین باز هم نور اینجا هم یک قسمت های تابلو فراگیر شده. یک پل هست که اینه هست که این آب کثیف اینها از این مسیر میاد عبور میکنه. اما در این قسمت تابلو باز ذکر هست که در این قسمت باز هم نه تنها همه یک لباس خاص داشته باشن، در اینجا لباس ترکیب میکنه شخص و یک لباس حالا شاید ببینید که این لباس بومی نیست، لباس غیر بومی هست و اینجا یک پرک از این در وارد میشه. اونجا هم رنگهای باز هم ایمپرسیونیستی درخت و زیبایی خاص خودش رو تابلو ساخته داره. اینجا هم میتونید شده اینجا باز با یک قلم کوچیک خانم در حال نشستن شد شده. اونجا هم ظاهرا کار من نمیدونم چی هست، ظاهرا سطن یا چیزی هست که نقاش در ذهن خودش چی داشته و کی هست معلوم نیست. این دو نفر نشستن اینجا مغازه هست فروشگاه. جالب اینجایی که چون تصویر دور فرد جلو مغازه ما استفاده داره این پشت خوب دیده میشه. اینجا هم رنگ های اینپرسیونیستی صحبته شده، رنگ های زیبا استادانه به تصویر. اینجا هم به رفلکس اون شخص هست که ظاهر شده و
این تابلو یک از تابلوهای بسیار نفیس استاد هست که داره امضا هست، داره قدمت هست. این تابلو تابلوهای نیازی هست، شاید در خیلی جای جهانی تابلو نمیشه. و مدل استاد تابلوهای خودشو نقاشی میکرده به خصوص قسمت داره باید بکنه بسیار زیبان بسیار بردنگ نفع خوب بومی محل خودشو در کابل از بین در هرات از بین در خیلی خواب از بین در برد خواست کنیم در اصفهان مرزبوم آزاد داره نقاش هر جایی که دوست داشته هر چیزی رو فرض کنیم یک نقاشی بود نقاشی استادم در جنگل خوب در این سر این یک اثر هست